الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في العزين. قال مولانا أمير المؤمنين: إنما يجمع الناس الرضا و السخط. قرآن می فرماید در این حال که ولا تزر و وازرتون وزر اخرى. دو تا آیه هست در قرآن، این آیاتو یادتون مونه. یک آیه در سوره انفال می فرماید واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. می فرماید از اون فتنه ای بپرهیزید که تنها گریبون گیر ستمگران نمیشه، حتی اونهایی هم که ستم نکردن اون فتنه شاملشون میشه. این فتنه دو تا معنا عذاب کردن، یک معنا کردن، یکی به معنای عذاب خداست. مثلا اگر که یه جامعه ای دچار گناه شد، حالا ممکنه در وسط اینا آدمای خوب باشند، بالاخره تو هر جامعه ای بدی آدمای خوب هست، اما این خوبا باید بدانن که اون فساد اونها و عذاب اونها دامنگیر اینها هم خواهد شد، مگر اینکه اینا خودشون رو جدا کنن بکشن بیرون. و الا اگه بمونید، امر به معروف نکنید، نهی از منکر نکنید، فقط بگید که به ما چه، ما زورمون نمیرسه دیگه، اونا بدن. قرآن میگه واتقوا فتنة. یه فتنه به معنای همون مثلا حوادثی است که فتنه انگیزه که جامعه رو شامل میشه، حوادث فتنه انگیز، حوادثی که توش به اصطلاح شفافیت نیست و مردم گمراه میشند، اونم بهش میگن فتنه. هر دو این آیه رو میشه معنا کرد که علی ایال اگه در فتنه قرار گرفتید، حتی شما اگر جز اصحاب فتنه هم نباشید، دامن شما رو میگیره دیگه. من اینجا مثال زدم، گفتم اگر زلزله اومد دیگه زلزله نمیاد مردم رو جدا کنه از هم، بگه این آقا آدم خوبیه، نماز شب خونیه، وقتی تو بم زلزله میاد همه خونه ها خراب میشه. حالا نماز شب خونام میرن، نماز نخونام میرن. و تقو فتنتن، این آیه اینه میخواد بفهمونه به ما که خلاصه تو جمعی که زندگی میکنید، اگر اون جمع گرفتار باشه شما هم مشمول میشید، مگر اینکه شما خودتون کنار بکشید. اگر کنار نکشید اون عذاب و اون فتنه شامل شما میشه. این یکی. آیه دیگه هم هست که اونم مهمه، ولی یخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریه ضعافا خافوا علیهم. این آیه سوره نساء آیه 9. این خیلی مهمه. میفرماد که اگر کسی دلش میخواد بچه‌هاش تو جامعه مظلوم واقع نشد، فرزندانش، نوش، نتیجهش در آینده، ذریه آیندهش، میگه اگه شما میخواهی در آینده فرزندانتون دوچار مظلومیت و گرفتار ظلم دیگران نشن، به فکر بچه های مردم حالا باشید. اگر یه عده ایتام و ذریه هایی هستن، کسانی که سرپرست ندارن الان گرفتارن، که شما باید به اونها کمک کنید، و اگر کمک نکنید بدانید که شما بچه هاتون و ذریه‌تون گرفتار خواهد شد. ممکنه شما بفرمید که خب حالا بچه های من چه تقصیری کردن؟ جوابش اینه که این یه سنت طبیعی عالمه. وقتی شما ظلم رو در عالم رواج دادید، خواه ناخواه این ظلم دامنگیر بچه های شما خواهد شد. اگه میخواید ظلم نباشه، از حالا ظلم نکنید، نه اینکه شما ظلم کنید بگید حالا به آینده به ما چه. اگر میخواید آینده سالم داشته باشند بچه های شما، الان به فکر سلامت بچه های مردم باشید. چون اگر به فساد کشیده شدن بچه های حالا،
بچه های آینده هم خواهند به فساد کشیده شده. این هم آیه قرآنه. ممکنه شما بگید آه ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، یعنی چی؟ اون مربوط به قیامته. اما در دنیا این حوادث آثار وضعی به تعبیر دیگه و آثار طبیعی یا سنت هایی که در جوامع هست اینا دامنگیر میشه. پس اگر یه جامعه ای بخواد آیندهش سالم باشه از حالا باید به فکر باشه. نمیتونه بگه که ما حالا هر کاری درمون میکنیم با آینده. گاه گاهی به این درس اخلاقی که سال اول شرکت کردید سری بزنید. این از بشود آمدن به این درس برای شما یادآوری میکند اون روزهای اول، چون روزهای اول تحصیل برای آدم یه خاطره های بسیار خوبی داره که روزهای بعد ممکنه این خاطره ها نباشه. من یادم روزهای اولی که طلبه شدم برام اون خاطره ها رو فراموش نکردم. خاطره های خیلی زیبایی است، اونا دیگه وقت نیست براتون بگم، ولی به یادم هست. بعد از 60-70 سال من از سن 14 سالگی وارد علوم دینی شدم، الان نزدیک چند سال میشه؟ 64 سال میشه مثل که. خب 64 سال خیلیه. شما درسایی که دو ماه قبل خوندید من گاهی امتحانتون میکنم یادتون رفته. میگید آقا مال دو ماه قبله. خب ولی علی حالین برادران عزیز سری بزنید به این درس. انشالله ما تا 120 سال هستیم خدمتون. البته اینا همه تعارفه، معلوم نیست یه عمر ما چیزی باقی مونده باشه و ظاهر جریانات عادی نشان میده که روزهای آخر. من به شما توصیه میکنم که قدر خودتون رو بدونید، قدر جوانیتون رو بدونید، قدر دانشگاه امام صادق رو بدونید، قدر انقلاب رو بدونید، قدر رهبری رو بدونید. فراموش نکنید این حوادثی هم که در مملکت واقع میشه که میشه و چیزی نیست که حوادث واقع نشه، به حال تحولات هست، سرصدا هست، درگیری ها هست. این به قول استاد ما مرحوم آقای برهان میگفت رگ رگ است این آب شیرین و آب شور بر خلائق میرود تا نفخ صور. دنیا هم جرا بوده، خیر و شر و دعوا و این حرفا، ولی شما راه راست رو که انتخاب کردید خدا به عقیده من حتما خودتون نمارید، به عقیده من خداوند شما رو دوست داشته که در این دانشگاه آورده دور هم جمع شدید، بچه های خوب متدین با حسن نیت و همچون ادامه داشته بشه درس خوندنتون، صفا و صمیمیتتون تا آخر تحصیل، آخر دکتریتون، مراحل کارتون، دوستیاتون رو با هم قطع نکنید. بعد از اینکه حتی از اینجام رفتید با هم دوست باشید، ارتباط داشته باشید. این ارتباطات آثار معنوی داره، آثار مادی حتی داره. اینا رو قطع نکنید و داشته باشید و فراموش نکنید دانشگاه رو و این روزهای اول و سال اول رو که در این درس شرکت کردید. بالاخره ما یه نصیحتایی به شما کردیم به قصد قربت، نه به قصد پول گرفتن. بگیم کلاس درسی گفتیم و حساب بکنیم بگیم 50 دقیقه درس گفتیم. ما پول برای درسمون نمیگیریم، خاطرتون جمع باشه. نه پول برای درس نمیگیریم، برای مدیریت دانشگاه هم ما پول نمیگیریم. چرا؟ که من وزیر بودم حقوق نگرفتم، نخست وزیر بودم حقوق نگرفتم، وزیر کشور بودم حقوق نگرفتم. هر چی بوده ما به دنبال مال و جمع مال نبودیم. شما اینها رو قد بدونید، اینا یه نکته هایی است. معناش این نیست که پول در دنیا خوب نیست، خوب است، اما پولکی نباشید. هدفتون رو پول قرار ندید، هدفتون رو بالا قرار بدید، که همتتون رو بالا قرار بدید. اگر همتتون بلند باشه قهرن در زندگی توفیق بیشتری خواهد داشت. خب این نکته مربوط به درس، اگر آینده باز شما رو زیارت کردیم، اگر بودیم که خب بازم با هم صحبت بکنیم. ببینید برادران، شما میرید حالا در شهر خودتون، بعضیتون هم ممکنه تهران بمونید اگر تهرانی نباشید، ولی نکاتی رو فراموش نکنید. اول اینکه معنای تعطیلی این نیست که انسان با کتاب و مطالعه و نوشتن و این حرفا به طور کلی قهر میکنه، کتاب رو میبنده بعد میگه من ایام تعطیلی است. تعطیلی در عالم وجود نیست، مکرر من گفتم لا عطلت فی الوجود. فلاسفه ما گفتن اصلا در عالم وجود تعطیلی نیست. اگر یک آنی لطف خدا برداشته بشه همه عالم از بین میره. این آیه قرآن کل یومن هو فیشن، کل یومن هو فیشن، یعنی خداوند در هر روز. این روز هم به معنای یعنی هر آنه، معنی 24 ساعت نیست. خداوند همیشه در کار فعاله. این خدای ما که همیشه کار میکنه، ما بندگان خدا ما همیشه در کار باشه. بنده ای میتوانه به تخلق به اخلاق الهی داشته باشه که او هم همیشه در کار و فعالیت باشه.
بیکاری و بیاری چیز خوبی نیست. البته استراحت چیز خوبیه، تجدید قوا چیز خوبی هست. شما وقتی مسافرت میرید بیکار و بیار به درد نمیخوره، بله استراحت کنید، این خوبه، دیدن قومشا برید، ارهامو ببینید، دوستانو ببینید، اینا چیز خوبی است. این یه نکته که از وقتتون استفاده کنید، درس‌های عقب مونده رو مطالعه کنید، بحث‌های تحقیقاتی که دارید باید در ایام تعطیل بنویسید، مطالعه کنید، بنویسید اونها رو، عقب نیندازید. حالا شما سالای اولتونه، بعضی بچه‌ها که مال سالای آخر میشون میگم آقا چرا رساله‌هاتون عقب میافتین همه؟ بعضیا 14 سال تو این دانشگاه، آقا پیر شدید. خوبی قدید. بعضیا با 8 سال 7 سال 9 سال دکتریشون هم میگیرن میرن. بعضیا تا 14 سال موندن بازم ول نمی‌کنن. از ما هم جا میخوان، هم قضا میخوان، هم چیزهای دیگه میخوان. خب آقا ما تا کی شما رو نگه داریم؟ بالاخره شما گنجیشکان وقتی بچه هاشون پر در آوردن پرشون میدن دیگه. شما رو باید پرتون بدیم برید دیگه، شما هم بازم بخواد بمونید. این که میگم برید یعنی به آشیانه برگردید، اما دیگه خودتون رو وابسته به این آشیانه نکنید. علی ای حال درساتون رو خوب بخونید، زودتر تمام کنید، برید مشغول کار بشید، مشغول فعال، مشغول تدریس بشید، دانشگاه های دیگه جای. نکته دومی که خدمتتون عرض میکنم اینه که فرهنگ اسلامی ما و ایرانی ما این است که باید بستگان رو حفظ کرد، این ارتباطات رو حفظ کنید. این حفظ این ارتباطات به دو چیز میشه، یکی این که همون رفت آمد کنید، نه رفت آمد مزاحمت که مثلا برید خونه یکی منتظر بشید الان براتون غذاهای مفصل درست کنن که آقا بریم خونه همس قومش بعدم غذا درست نکرد اوقاتون تلخ بشه. نه، برید دیدن. من یه دایی داشتم خدا رحمتش کنم که تا عمر زیادی هم کرد، به خاطر همین صله رحم تهران بود و ما در کن بودیم. این همیشه روزای جمعه صبح بعد از نماز صبح، نماز اول وقتم میرفت مسجد، از اونجا شروع کرد به دیدن قوم خیشا، خونه این پسر عمو، خونه اون دختر عمو، خونه اون برادر اون یکی، همین هر خانه هم 10 دقیقه می نشست، توقع نداشت که مثلا حالا باش پذیرایی کنه. سلامی علیکی، احوال پرسی، حالتون چطور، گرفتاری دارید ندارید. همرم پیاده میرم از تهران، از خیابان مولوی که الان هست که قبلا میگفتن اسماعیل بزاز، از اونجا میامد تا کن، همشم پیاده، و بعدم عصری برمیگشت به نماز مغرب عشای مسجد محلشون میرسید. پیر مرد موفقی داریم، همشم پیاده. خب اینا برکت میاره عمر رو دیگه، دیدن قوم خیشا. دوم کمک کردن به قوم خیشا هست که هم دیدن و هم کمک کردن. حالی بپرسید بالاخره قوم خیشا گرفتاری دارن ندارن، مریضن، بالاخره ممکنه توشون مریضی باشه، یکی میخواد عروسی کنه محتاج به کمک، یکی عزایی داشته باشه محتاج به کمک، بالاخره کمک کنید. ولو کمک مالی نتوانید، کمک یدی بکنید، کمک زبانی بکنید، و این رو سنت قرار بدید که تو قوم خیشا بگن حسن آقای دانشگاه امام صادق اهل محبت است. این هازا ادب و جعفر، گفتم امام صادق فرمود که تشییع جنازه برید، در عزاداری مردم شرکت کنید، در خوشی های مردم شرکت کنید، کمک کنید به مردم، اخلاقتون خوب باشه، به مردم سلام کنید، به مردم محبت کنید، تا بعد همه بگن اینا کیان، میگن اینا شاگردان امام صادق هستند. هازا ادب و جعفر، میگن اینها مؤدب ادب شده امام جعفر صادق هستند. حالا شما میگن اینها ادب شده های امام صادق هستند، بچه خوبی هستند، گرم باشید، نرم باشید، حتی به اونایی هم که با شما محبت نمیکنن شما محبت کنید. ممکنه شما بسیجی بشید اونا بسیجی نباشن به امام صادق، شما محبت کنید. اگر اونا به شما بد گفتن شما بد نگویید، شما خوبی کنید در مقابل بدی ها، شما خوبی کنید، نشان بدید که دانشگاه امام صادق انسان های عالی مقام درست میکنه، با شخصیت تربیت میکنه. اینا خیلی مؤثره برای خودتون و برای هم دانشگاه. اینم حق دانشگاه است که از شما واقعا بخواد. من این رو میخوام از شما به عنوان یک پدری که 30 سال اینجا اومدم، خودم رو وقف کردم برای شما. این میگم وقف ادعای بزرگیه، ولی اینطوریه، یعنی شبانه روز خودمون رو وقف برای شما کردیم، برای جوانها، اینایی که اومدن اینجوری. بنابراین من در این حال که مخالف دارم موافق دارم، با مخالفین من برخوردهای بد نمی کنم، در این حال که با
مخالفم و نمیپسندم مخالفت هارم، بد رو میگم بد، اما دشمنی به اون صورت نمی کنیم. خوب نیست حتی المقدور بتوانید جاذبه داشته باشید. این هم نکته دوم. و نکته آخری که هست این است که در مسجد محلتون شرکت کنید. بالاخره یه وقت نگید حالا ما دیگه دانشجو شدیم و سوادمون رفته بالا، مثلا حالا کبل احسن مثلا تو صفحه اول نماز جماعت نشسته دیگه ما را با کبل احسن چه کار مثلا. نه، حالا تازه که دانشجو شدید باید اون کربلای حسن کارگر رو بیشتر احترام کنید، چون پیغمبر شما دست کارگر رو بوسید، این پیامبر شما بوده. نگاه کرد به دست کارگر، دید پینه بسته، فرمود این دستی است که باید برش بوسه زد، این پیغمبر ما بوده. پس ما کارگر رو ببینیم یا مثلا آدم کم سوادی رو ببینیم اینطور نیست، باید احترام کنیم. هر چه علمتون بیشتر میشه متواضع‌تر باشید. و از این جمله این مکتب رو اضافه میکنم که اگر پدر شما حالا تحصیل کرده نیست، مادر شما تحصیل کرده نیست، شما بیشتر بهشون احترام کنید، دست مادرتون رو ببوسید، دست پدرتون رو ببوسید، که اونا بگن شما اینطور تربیت شدید، نه که چهار تا کلمه ضرب زیدون یاد گرفتید حالا خیال کنید چیلی شدید مثلا در حالا. نه، علم انقدر زیاده اینایی که من و شما یاد گرفتیم چیزی نیست. کن تا به جایی رسید دانش من که بدانستمی که نادانم، آدم علمش اینقدر بالا بره هی بگیم چیزی نمیدونم مثلا. بنابراین احترام کنید به بزرگترها، احترام کنید به. دکته چهارم احترام به علما و روحانیونه. متصل باشید. حالا نمیخوام بگم هر روحانی و هر معممی خوب است، اما ارتباط با روحانیت رو قطع نکنید. این حرفی که امام زده و منم میگم همیشه، بالاخره روحانیون خوب فراوانند. البته خوبی هم درجاتی داره، حالا یکی سی در درجه بالای خوبی یکی، ولی اونایی که خوبن حسن نیت دارن ارتباطاتون رو با روحانیت قطع نکنید. حرف این دیگران رو گوش ندید که آقا دیگه دوره روحانیت گذشته و نمیدونم دوره پدر سالاری گذشته و بی خود میگن. بالاخره روحانیت میمونه، العلماء و باقون و الباقی در به داغون. اینایی که حرفا رو میزنن خیال پهلوی اومد خیال کرد که تمام آخونده رو گفت قل و قم کرد، اما ما ها رو برمی داشت، حتی قباهای بلند ما رو میبریدن، این همطور چادرها رو پاره میکردن، قبای علما و معمین میگرفتن از این بسط قطع میکردن، میگفتن این بلندی شو بر برو یه چیز دیگه درست کن. این حضرت که این کارا رو کردن، من به بنی سعد گفتم بنی سعد تو آخوندزاده ای ولی معنای آخوندی رو نفهمید. در اون قضیه 14 اسفند که رفت تو دانشگاه فیلمش نشون میدن که گفت این مال کمیته است بگیریدش بندازید بیرون، این مال نمیدونم کجاست، حالا یک حکم کمیته منم از کجا بوده. بهش گفتم تو هم قاضی شدی، هم شاکی شدی، هم رئیس جمهور شدی، هم مقننه شدی، مگه تو در فرانسه زندگی نکردی؟ اونجا تفکیک قوا هست، قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه، اینا هم جدا هم. تو همونجا قاضی شدی، هم شاکی شدی، گفتی بگیرید ببندی چیکار کنی. بعد اینو گفتم بهش، گفتم بنی سعد تو آخوندزاده ای ولی معنای آخوندی رو نفهمی، با آخوندی مخالفت نکن. گفتم این شاخه ها رو میزنن، یه درخت شاخش میزنن میبرن، یا می 7 8 شاخه در میان، اول یکی بوده. شما این درخت چنار رو مثلا بزنی، میبینید درخت توت میزنی، یا این 7 8 تا 10 تا 20 تا از دورش در اومد بالا. گفتم آخوندی اینطوری ریشه داره، تو هر دهی بری یه روزخون هست، ولی سوالم خیلی نداشته بشه، این مورد احترام مردم به احترام حرمت ابی عبدالله حسین ابن علیه السلام، مردم احترام میذارن. این للباطل جولتون وللحق دوله، باطل یه جولانی داره ولی حق باقی میمونه. چهار سباقی مدن گرفتن بسن، مثلا خیلی از علما زمان پهلوی از خونه دیگه بیرون نیمدن، اونایی که مونده بودن نمی‌بدن بیرون اصلا. خب ولی بالاخره اینه دیگه دنیا، خیال نکنید دنیا تمام میشه، باقی میمونه، حق باقی میمونه و جلوات حق هم میمونه. لذا من معتقدم شما برای بقاء دینتون، خودتون، بچه‌هاتون، ارتباطتون با روحانیت قطع نکنید. و این معناش این نیست که بخوام بگم هر روحانی حالا مثلا پیغمبر خداست، نه، ولی اگر قطع کردید راهتون گم میشه، به خصوص خانواده و بچه هاتون رو جلو اونها هیچ وقت بدگویی از علما نکنید. ببینید بچه ها و جوان ها، جوان های تازه نوجوان ها، اعتقاداتشون اعتقادات برهانی و دلیلی نیست،
اونا نگاه میکنن به این الگوها. وقتی مردم نگاه میکنن به امام، اینا که میرفتن جبهه شما خیال کردید استدلال فلسفی داشتن مثلا؟ اینا که میرفتن جبهه وقتی امام میگفت ای کاش من یه پاسدار بودم، ای کاش من یه بسیجی بودم، بچه ها اونطور زار زار گریه میکردن، این برای اعتقادی بود که به امام داشتن. اعتقاد خودش مثلا بلا دلیل فلسفی نداشت. این اعتقادات رو نباید از بین برد، اینها خودش نعمته. بنابراین شما همیشه دنبال علمای خوب باشید و بچه هاتون و خانواده هاتون هم این ارتباطشون رو قطع نکنید انشالله. خب یه نکته فردی هم بهتون بگم و اون اینه که مرحوم قاضی طباطبایی، استاد علامه طباطبایی، علمای اخلاق بزرگ دو چیز رو گفتن داشته باشید، شاید قبلا هم گفتم. یک این که دروغ نگویید، راستگو باشید، با خودتون دروغ نگید، با مردم دروغ نگید. ولو علی انفسکم قولوا الحق ولو علی انفسکم، ولو به ضررتون تمام میشه ولی حق رو بگید. در دراز مدت راستگویی مفید، ممکنه در کوتاه مدت آدم یه ضررهایی ببینه ولی راستی بهترین چیز. این مربوط به زندگی ارتباطاتی که دارید با مردم. نکته دوم در عبادتتونه، نماز اول وقت رو ترک نکنید. واقعا نماز اول وقت رو بر همه چیز مقدم بدارید، مگر یک واجب مهمتری پیدا بشه. یه وقت بعد یکی داره میمیره، آدم باید ببریش بیمارستان یه حرفی مثلا. اما حالا بخوام غذا بخوریم و میخوایم بحث کنیم، میخوام کتاب بخونیم و میخوام تو اون جلسه بشینیم و میخوام سینه بزنیم و میخوام نمیدونم اینا، حرفا نیست. میخوام حتی بسیجی باشیم، همه چیز تو جبهه هم که باشه همون نماز اول وقت بکنید. تو قرآن نماز خوف هستیه، نماز خوف تو قرآنه که جبهه یه عده میرن میجنگن، یه عده نماز جماعت میخونن، جماعتونن نه فرادا، یه عده دور اینا رو قرآن، اینا همه آیات قرآنه، دور اینا با میسن با اسلحه حفاظت از اینا میکنن، یه ده اونجا دارن میجنگن که نماز اول وقت خونده بشه، که مخالف یعنی دشمن بدونه ما برای نماز میجنگیم. نماز اول وقت رو ترک نکنید، همیشه قبل از قضا نماز بخونید، با شکم پرم نماز نخونید، چون شکم که پر شد دیگه اون حضور قلب از بین میره. شما شکمتون خالیه، حضور قلب ندارید، چه برسه اینکه دیگه شکم رو پر کنید دیگه و چی در میادتونش. همیشه مواظب خودتون باشید. حالا دیگه سفارش بیشتر کنم، نماز شب بخونید، نافله بخونید، با قرآن انس داشته باشید، کافیست. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.